زنان موفقی که از صفر شروع کردند. کم نیستند زنان موفقی که از صفر شروع کرده اند و پس از چشیدن طعم ناکامی های پی در پی با اصرار و ممارست به خواسته های خود سرانجام موفق شده اند. زنانی که همچون ستاره ای پرفروغ در عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و علمی متولد شدند، درخشیدند و بر جامعه خود خدمت کردند. زنانی که اگرچه نامشان در تاریخ چندان ماندگار نشده است، اما راهشان ماندنی برای تمامی زنان است. شیوه زندگی و نگرش آنها الهام بخش برای تمامی زنانی است که می‌خواهند از صفر شروع کنند و روزی موفق شوند. در این ویدیو قصد داریم شرح مختصری از زندگی نامه چند تن از زنان موفق که از صفر شروع کرده و به اوج موفقیت رسیده اند را برای شما عزیزان بیان کنیم. پس در ادامه این ویدیوی جذاب با ما همراه باشید. خانم میشل مان. میشل مان مجبور شد تا راه موفقیت خود را از صفر شروع کند و به یک زن کارآفرین موفق تبدیل شود. میشل مان زاده یک خانواده فقیر در گلاسگو اسکاتلند است. وی برادر خود را در سنین پایین از دست داد و از این رو مجبور شد برای حمایت از پدر فلج خود از سن پایین شروع به کار کند. میشل مجبور بود برای تأمین هزینه های مورد نیاز دارای دو شغل باشد. بانو میشل مون هرگز از رویاهای خود دست بر نداشت و جالب است بدانید که در 17 سالگی به یک شرکت آبجوسازی پیوست و سپس رئیس بخش فروش این شرکت شد. در نهایت مون به یک رهبر تجاری زن تبدیل شد. خانم جی کی رولینگ. شاید تعجب کنید، اما نویسنده مشهور جهانی کتاب‌های هری پاتر نیز یکی از موفق‌ترین بانوان جهان است. رولینگ در مسیر موفقیت خود با چالش‌های متعددی روبرو شد. جی کی رولینگ در ابتدای راه خود بیکار بود و باید با آشفتگی ها و دغدغه های یک ازدواج ناموفق دست و پنجه نرم می کرد. وی در سنین پایین و به عنوان یک مادر شکست خورده و مجرد مجبور شد تا فرزندی را بزرگ کند. رمان های جی کی رولینگ ابتدا توسط ناشران رد می شد، اما او هرگز تسلیم نشد. پس از انتشار اولین کتاب هری پاتر، جی کی رولینگ اولین نویسنده میلیاردر در جهان شد. خانم اوپرا وینفری. هیچ لیستی از زنان موفق جهان بدون ذکر نام بانو اوپرا وینفری کامل نخواهد شد. بانو وینفری در روستایی از میسیسیپی و در فقر به دنیا آمد. وینفری دوران کودکی پردردسری داشت و از سنین پایین کار کردن را شروع کرد. با وجود تمام مشکلات و موانع، اوپرا اجازه نداد این موانع مانع از رسیدن او به رویاهایش شوند. او در نقش‌های جوان در رسانه‌های محلی شروع به کار کرد. این بانو برای ارائه برنامه گفتگو به شیکاگو نقل مکان کرد که این امر برای او یک موفقیت یک شبه بود. در حال حاضر اوپرا وینفری یکی از تأثیرگذارترین زنان موفق است که شور و اشتیاق خود را برای کارش خرج کرده و موفقیت و شهرت بی‌نظیری را به دست آورده است. خانم ایندرا نوی.
ایندرا نوی کارآفرین ممتاز هندی بوده که از دستاوردهای او در طول زندگی پرفراز و نشیبش میتوان به فعالیت در امور اجرایی و بازرگانی اشاره کرد. این بانو هنگامی که وارد دانشگاه شد وادار شد که برای تأمین مخارج زندگی خود کار کند، اما سختی ها او را از پای در نیاوردند و او دست از تلاش برای بهبودی وضعیت زندگی خود نکشید. تا جایی که توانست با صبر فراوان زندگی خود را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد. سرانجام او توانست به سمت مدیر عاملی شرکت پپسی کولا دست پیدا کند و 12 سال با توانمندی بالای خود این مجموعه را اداره کند. در واقع او اولین زنی بود که به این سمت منصوب می شد. علاوه بر این، نام او همواره در بین بهترین مدیر عاملان شرکت پپسی کولا خوش می درخشد. خانم کوکو شنل. حتی اگر شما از دنبال کنندگان صنعت مد و پوشاک نباشید، حتما نام کوکو شنل به گوشتان آشنا است. گابریل یا همان کوکو در فقر مطلق به دنیا آمد و کودکی سختی را در حالی که یتیم بود پشت سر گذاشت. اما هیچ یک از مشکلات باعث کور شدن ذوق و قریحه هنری او نشد. کوکو فعالیت خود را در ابتدای دهه 90 میلادی با تولید کلاه‌های زیبایی آغاز کرد. او در طراحی کلاه‌ها خلاقیت بسیاری خرج می‌کرد تا جایی که توانست توجه اشراف را به سمت طراحی‌های منحصر به فرد و خاص خود جلب کند. او زمانی فعالیت خود در عرصه مد را آغاز کرد که این صنعت به طور کامل در انحصار مردان بود و او با سرسختی فراوان توانست فعالیت نوپای خود را به ثمر بنشاند و جایی برای خود باز کند، تا جایی که به شهرت بالایی دست یافت و نام او در بین 100 شخصیت اثرگذار دهه 90 میلادی جای خوش کرد. خانم سارا بلیکلی. یک شرکت چند میلیون دلاری پوشاک زیر نیز یک بانوی کارآفرین موفق به نام سارا بلیکلی است. بهتر است بدانید که بلیکلی در زمان تأسیس شرکت لباس زیر اسپانکس اصلاً پول زیادی برای سرمایه گذاری نداشت. سارا بلیکلی از مشهورترین و موفقترین کارآفرینان زن به شمار می رود که موفقیت خود را از صفر شروع کرده است. ایده سارا بارها از سوی سرمایه گذاران رد شد و تلاش های بسیار و متمادی برای از بین بردن شرکت او انجام شد. اما سرانجام در طول بازاریابی اولیه این برند، تعریف و تحسین‌های بانو اوپرا وینفری بود که سبب افزایش آگاهی و فروش محصولات وی شد. و در آخر، همه ستاره‌های عرصه‌های گوناگون که نامشان برای همیشه ماندنی شده است، یک ویژگی مشترک دارند و آن تاب آوری در شرایط بحرانی و تسلیم نشدن است. همه ی زنان موفقی که روزی از صفر شروع کرده اند هرگز دست از تلاش بر نداشته و امید خود را حفظ کرده اند. آنها هرگز تسلیم شرایط نشدند و با اتکا بر قدرت و ایمان به خود و توانایی های خود توانسته اند در عرصه های گوناگون قدم بگذارند، افتخار آفرینی کنند و قدرت و ذکاوت زنانه خود را به رخ همه افراد بکشند. تک تک این افراد می توانند برای تمامی زنانی که شرایط سختی را پشت سر می گذارند یک الگوی عملی باشند.